درود بیننده های عزیز، نشر نوبتی برنامه نوادخه رو مستقیما از شبکه ورزش منظورتون میکنیم. امروز 18 سپتامبر است و برنامه ما هم بخشیده شده است در برای بوزی نخست دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها که پگاه با دسته الدوهایل وارد رقابت می شود و چون همیشه ما تصمیم گرفتیم که اطراف این رقابت حساسی مرحله گروهی لیگ قهرمان ها که استقلال امسال تاجیکستان را در فوتبال سطح بلندترین باشگاهی آسیا معرفی میکند حرف بزنیم. چون همیشه مهمانی برنامه ما زهیر بابایف مربی شایسته جمهوری تاجیکستان قرار دارن. خوش آمدید به برنامه. و پیش از اون که اطراف محض استقلال و الدوهایل صحبت کنیم، بیایید با نشست مطبوعاتی دسته ها که الکای هولو شروع شد در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه، همکاران ما اونجا قرار دارن و بیایید اکنون با سخنهای ارنان کرسپو سرمربی دسته الدوهایل توجه میکنیم که با سولی خبرنگاران چی پاسخ میدهد. Chose us, but we never have in our hands. It has been the same. Some players are out for some difficulties in terms of injuries, but we are ready, even like this, to play a good football and to be competitive tomorrow. خب البته بسیار خوشحال هستیم که کاوتینیو را در دست داریم و باید خیال کنم که به مثل کاوتینیو بعضی فوتبالبازانی هستند که با سبب جراحات اشتراک کردن نمیتوانند، اما ما آماده هستیم تا اینکه با همه فوتبالبازانی که داریم یک دسته رقابت پذیر باشیم. The question is, are you satisfied for the transfer policy of team? And we know that we have some information that Coutinho will be out for 8 months. And how can this be for your team? We have pressure to wait. Last year we waited at Mr. Junior. This year we're waiting for Coutinho, but we are ready. We are the last champions of that country. That means we are really competitive. And more or less, we play without them. That means they are very important. Yes, it's true. Mr. Junior and Coutinho will be important for us, I hope. We're waiting for them. Yes, of course. But we are ready. We have a lot of great players in our team with a lot of experience, and we are ready to be part of this strategy. البته یک مشکلی که ما میتونیم ایجاد کنیم و این گل این انتظار شدن است و ما سیم داشته هم بوده اشتران فوزی کلیدی که در نمتنی ما هم بوزی کرده بودیم. ما آماده هستیم و غیر از این فوتبالبازان باز هستن دیگر بازیکنانی با تجربه خریدی که تجربه خوب دارن و دست آماده است. خب بیننده عزیز، نشست خبری سرمربی دسته الدوهایل حالا در پیشروی رقابت های دسته استقلال الدوهایل جریان دارد. ارنان کرسپو با سوال خبرنگاران پاسخ گفته ایستاده است و اطراف البته نامدن فلیپ کاوتینو ستاره فوتبال برزیلی که بنابر سبب اوسبش امروز در این بازی قرار ندارد سخن کرد و اکنون اطراف امودگی دسته الدوهایل و ما بعد از چند لحظه باز برمیگردیم به نشست مطبوعاتی. عمان نبودن فلیپ کاوتینیو تا کدام اندازه خوب است برای تیم ما استقلال یا به نظر شما بعد از آمدن او خوب تر بود یا نامدنش؟ چون بازیکن بسیار با تجربه است. فکر میکنم که برای مخلصان آمدن او بسیار خوب بود. از تمام جد برای استقلال باشد با خوبتر است که و یک جمهوری بزرگ در حقیقت هم دنیای بازنگر اعتراف میکرد و میشناسد که مهارت بسیار
خوب داره، ضربه های به درک خوب داره. بله. فکر میکنم برای استقلال یک خوب است. خوب است. و بیننده عزیز یادوار میشیم که در گروه ای در منطقه غرب دسته استقلال غیر از الدوحیل با تیم های پرسپولیس از ایران، یکی از تیم های پرقوت قره و همچنین النصر که در آن کریستیانو رونالدو قرار دارد رقابت میکند. واقعا هم گروهی بسیار سخت و سنگین است برای تیم استقلال. بیا توجه میکنیم و البته در این گروه دیدن ممکن است که همه دسته ها علاقه تجربه دور هستند، دسته های خیلی قوی، خواه النصر، خواه الدوحیل، خواه پرسپولیس، ولی ما با استقلال برور میخواهیم در همین شب و روز که شرف فوتبالی کشورمان رو خیلی خوب دفاع کرده میتواند، چون هر یک این منفعت فوتبال کشور است برای سالهای آینده و در فهرست دسته هایی که قرار میگیرند برای راحت و مسابقه های سطح بشکوهی، این میتواند زمینه خوب به میان آورده. خب بیننده عزیز، بار دیگر میگذاریم به نشست خبری با اشتراک سرمربی دسته الدوحیل ارنان کرسپو. به معلومات بیننده ها میرسانیم که ارنان کرسپو سال گذشته سمت سرمربیگی دسته الدوحیل رو پذیرفته بود. تو این دم او در کشورش فعالیت میکرد، ولی به حیث بازیگر ارنان کرسپو در آغاز سالهای 2000 و همچنین انجام سالهای 2009 و 2010 بسیار یک فعالیت پرثمر فوتبالی داشت، نتیجه خیلی خوب به دست آورده است. خب بیایید باز به سخنهای سرمربی دسته الدوحیل گوش میاندازیم. You don't have time to prepare situation, atmospheres, football like, because in some point is that is true. We are a professional, but some situation we must live in terms of amateurs way. البته این چیز تاثیر نخواهد رسوند، چون که این فوتبال است، در میدان 11 نفر و 11 نفر بازی خواهند کرد. در لیگ چمپیونو باید به همه چیز آماده شد. از همین لحاظ من فکر نمیکنم که این تاثیر بزرگ میرسوند. Добрый вечер, Таржанов Максут, Лафрайзер. У меня такой вопрос к уважаемому Креспо. Знакомы ли они с нашим футбольным клубом и с нашей игрой футбольного клуба «Истихлол»? А также имеет ли значение суммарная стоимость футболистов команды «Аль-Духаль» между футбольным клубом «Истихлол»? Так как мы знаем, что суммарная стоимость бюджета команды игроков в 10 раз свыше, чем наша. Спасибо. So, do you have enough information about Tajik football, about Istiklal, your opponent, and that the cost of your squad, which we know is a little bit higher? Ten раз у них дороже, чем наш клуб. Что имеет ли это большое значение? Does it have? Does it can give any advantage the squad cost of Al-Duhail in the game? This is a financial game or it's football. It's 11 against 11 with top players. Everybody play in the level that is possible. After that, I don't want to talk about financial terms, economic terms. It's football. It's happened. We are in the same competition. We don't think about that. I'm focusing in my team. We try to do our best in terms of technical game. خب البته این فوتبال است، 11 نفر مقابل 11 نفر بازی خواهند کرد و جزئیات های مالیوی تاثیر نخواهند رساند. ما باید کوشش میکنیم که از جهت تکنیکی و تاکتیکی بهتر باشیم. The opponent, if he's here, that means it's very important team, it's a very hard team, it's in Champions League. و سوال هم وابسته به
اون کی دسته الدوهایلو استقلال فرق داره فوتبال این گونه نیست فوتبال همین گونه است وقتی هر دسته که نو باشه از اون که چگونه اختیار دارد با میدان میبرد اونها حتما برای پیروزی تلاش میکنند ما دیده بودیم که استقلال چگونه در مرحله گروهی سال 2021 در مقابل الهلال شباب الاهلی امارات متحده عرب اگیمکای ازبکستان چگونه خوب بازی کرده بود یعنی در فوتبال این چیز عموما مهمه بهتر میشه که ژورنالیست ما میپرسیدن از کماند استقلال چه میدونند کس بله. بهتر میپرسیدن که بوزینگرونش چگونه بوزینگرونش چگونه بعد کدام تاکتیک بازی میکنند خاطر بله. استقلال این بهتر بود بله. برای ما خب بیننده عزیز اردن کرس با این حال سخنرانیش رو ادامه داده است دست و اندکی در مورد باشگاه فوتبال ال دوهایل گفته میگذاریم که این تیم هشت کرد چمپیون لیگ ستاره های قطر است و ما سالی گذشته با روبری ارنان کرسپو اونها عنوان قهرمانی را به دست آوردند و همین طور مستقیما با بازی های گروهی روحات گرفتند و شومی گذشته دسته از شهر دوحه قطر عظیم پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه شد در فرودگاه اونها را استقبال گرفتند مخصوصا کارمندان فدراسیون فوتبال تاجیکستان دسته میزبان استقلال و البته معلوم شود که الدوحال تجربه خیلی زیاد دارد در لیگ قهرمان ها این تا کدام اندازه میتواند به دسته کمک کند چون اگر ما ببینیم که استقلال پنج کرد در لیگ قهرمان ها بازی کرده است با شمول بازی های مقدماتی ولی این دسته زیادتر تجربه دارد این تا کدام اندازه میتواند تاثیر رساند فکر میگونم که در حقیقت در اینجا خیلی که شما خواهید کرد یکون دسته ای نیست که فقط برای غلبه نبره همه دسته ها پرقوت هستند همین که اگر ما گریم چمپیونات بین آسیو در تمام آسیو ما گریم اگر تو سالهای یک سال پیش مثلا گیم که چمپیونات از همه سخت‌ترین در قطر بود بله یعنی که در همین آسیو پرقوت بود پرقوت بود حالا نه ولی فکر میکنم که بعد اومدن از رونالدو در سعودی شده است. بله نه تنها رونالدو چند فوتبال بازی دیگر هم فوتبال بازی چمپیونز لیگ عربستان سعودی دیگر هم همه اهمیت به سعودی میتیم بله. نمیگیریم که جنوبیه برای چی در جنوب بگم یک دولت های ژاپنی کره هست استرالیا اونجا چمپیونز ژاپنی پیش صف است بله. دیگر نسبت به دیگر کشورهای آسیا دیگر کشورهای آسیا بله تشکر زیاد و بیننده عزیز تو چند دقیقه دیگر نشست مطبوعاتی با اشتراک ارنان کرسپو ادامه خواهد کرد و بعد از این ما با همکارانمون که در ورشگاه قرار داریم مستقیما در تماس خواهیم برآمد و اونجا در علاهیدگی با ارنان کرسپو صحبت انجام میدهند برای چند دقیقه و فکر میکنم اونجا هم پراتر جواب خواهیم گرفت خب بیاید اکنون اطرافی خودی ارنان کرسپو حرف میزنیم فکر میکنم شما این بازیکن رو خوب میدونید که الان به حیث سرمربی دسته الدوحال فعالیت کرده ایستاده است در گذشته در پارما لاتسیو خوب چلسی میلان اینتر بسیار نتیجه خیلی خوب داشت و واقعا هم اگر به فعالیت او متوجه شویم میبینیم مانند مثلا مربی های بسیار شناخته دنیا که هم فوتبال باز بود هم مربی خوب برای مثال زیندین زیدان بله زیندین زیدان بله خب بیننده عزیز این حال اشاره می شود که ما یک بخش تبلیغات داریم و حالا بعد از چند لحظه باز بر می گردیم به استودیو و اطرافی بازی دستای استقلال و الدوحال صحبت را ادامه می دیم خب برمیگردیم باز به استودیو و برنامه مستقیم 90 دقیقه ادامه میکند حالا باز به نشست خبری نشست مطبوعاتی قبل از بازی دسته استقلال و الدوحال برمیگردیم که اونجا ارنان کرسپو سرمربی دسته الدوحال با سوال خبرنگاران پاسخ گفته ایستاده است و بیاید اکنون بوری دیگر کوتاه گوش میاندازیم به سخنهای ارنان کرسپو که به سوال آخرین چی پاسخ میدهد We must improve, yes, in a lot of situations, in defensive, in attacking. We have opportunity to grow, but if we are in the beginning of the season, then some mistakes we can permit. البته این حال ما در آغاز موسم قرار داریم خوب قید کردید که مشکلی هستند در خط دفاع و ما باید این چیز را برطرف نماییم و میتونم بگم که هم در هجوم و هم در حمایت باید فوتبالبازان متحد باشند و مشکلی هستند و باید قید نماییم که ما در اولی موسم قرار داریم این ها برطرف خواهند شد Last question.
سلام علیکم. یک بار دیگر خوش آمدید در صحبت درباره مشکلات رفت. اینجا منظر من مشکلات حدودهای یک تا دو تا نیست، سه چهار تا حتی شاید بیشتر بود. اول اینکه خودی سرمربی ابراز داشتم که میدان اینجا دیگر است، وقت برای آب و تاب یا مطابق شدن با هوای اینجا کم داشتن و دفاعگری اساسشان رو که هشت ماه بازی میکنند در بازی ندارن و باز مشکل در دفاع دارن. آیا همه این عامل ها به نتیجه بازی تاثیر میرسند یا نه؟ So, as you mentioned, Al-Dohail has some difficulties, one of them in defense, and also one key player is missing due to injury. I want to ask that these facts will be somehow effect to Al-Dohail in tomorrow's game. Well, I don't want to discourage you which kind of defects we have, but it's really, we have defects, we have some injured players, but this thing is, I'm trying to solve the situation with heart, with ideas, with work, and with great players, and we have players to face this kind of situations tomorrow day, and I'm very proud for my players. Think about the players who missed this match. It's not important. Is for me, it's lose energy. I try to be focused in my players, the players that we are available, and we are confident that will be a great match for us tomorrow. البته مشکلی ها هستند، فلوبوزونی که لند برداشتن آنها در دست وجود دارند، اما این حال ما به این چیز رو اهمیت نخواهیم داد و با اون فلوبوزونی که در حیط هستند بتوانند بازی کنند، با آنها توجه اساسی را روان خواهیم کرد و این بازیکنان آماده هستند که این مشکلی را برطرف نمایند و فردا یک بازی خوب را نشان بدهند. خب بیننده عزیز، برمیگردیم باز به استودیو و این فکر میکنم انجام نشست مطبوعاتی پوشاکی ارنان کرسپو سرمربی دسته آل-دوحیل بود. خب بیاید اکنون اطراف فوتبال تاجیکستان و فوتبال قطر گفته میگذاریم. شما البته زمانی که مربی بودید چند سال مقدم خوب میدونید فوتبال قطر. خب چی فرقیت ها هست فوتبال این کشوری عربی و فوتبالی ما همین حالا؟ همین دور زمان دا اگر ما گیریم پیشم یک سال اخیر قطر یکی از دولتی است که بسیارتر با لیگیانیرو یعنی که توجه میکنه. توجه میکنه یک لیگیانیروی که اونا در حقیقت خودشون در دنیا نشان دادن. بله ما همچنین کارم نمیتونیم، یعنی که مبلغی که ما میگیم بسیارتر بله. مبلغ میره اینا همی خیلی سپانسورهای دارن که بسیارتر میتونن همی کلوبای پرقوت دارن. ما اگر یعنی بودجتی باشگاه‌هایی که در بله. قطر هستند خیلی بلند است. بی‌نهایت. اگر شما پریمیر لیگ انگلیا تماشا کنید یا ایتالیا می‌سازید، شما اونجا می‌بینید که قطر نویسندگان. بله یعنی از همه جهت اونو پیش هواپیمان و از بسیار جهاتی که اینو از این با منفیت می‌گیرن. بله. ما همین خیلی شخصایی نداریم که می‌سازیم با همین درجات یعنی که تیم‌ها رو سرپرستی کنن. ما داریم تیم استقلال. بله به هر صورت گفتنیم دادم که استقلال هولو با یک دسته شد در کشور، نه تنها در کشور، در فوتبال آسیا که سطحی کسبیت در اینجا خوب، مدیریت خوب، البته جلب بازیگران خیلی خوب براه مونده شده است و این است که دستم در مسابقه های سطح آسیا بسیار خوب برآمد دارد. دو کرات اشتراک در فینال جام آفریقا سال 2015-2017 و اینچنین برآمدی با موفقیت در سال 2021 در لیگ قهرمانان ها با رهبری ویتالی لیفچنکا و این نتیجه هستند که استقلال با دست آورد. خب بیننده عزیز، یادوار میشویم که آهسته آهسته گزارش فوتبالبازان مقتدر جهان با چمپیونات قطر هم علاقه در رشد است. چند روز پیشتر مارکو وراتی یکی از بازیگران خوب فوتبال ایتالیا با هیئت دسته یکی از دسته قطر گذشت و همچنین یولیان دراکسلر هم با یکی از دسته قطر گذشت. حالا عکس خاطروی ایگر چرفچنکا ارنان کرسپو قبل از بازی در نشست مطبوعاتی با البته ایگر گنادویچ هم برور میخواهیم و فکر میکنم اونها با همدیگر برور هم خواستند در این رقابت، چون هر مربی میخواد نتیجه خوب
خوبتر بگیرد. میدان از دلیل بله مو در روبروی ارنان کرسپو یک فوتبالی یو مربی با استعدادی فوتبال کشورمون رو میبینیم. اینگر شرفچنکا که علاقه خود رو در مسابقه سطح فوتبال روسیه نشون داده بود. خب اگر قدماش رو در فوتبال تاجیک خودش بسیار در این بازی های نفوذ نشون میدید. بله بیننده عزیز و این حال نشستی مطبوطی با اشتراک ایگر چرفچنکا هم شروع می شود و ما بعدا باز نوبت رو با همکارانمون می دیم. بیاید گوش می اندازیم که ایگر چرفچنکا وابسته با آمادگی دسته استقلال چی ابراز می کنند، چون استقلال هم خیلی جدی آمده که خود ایگر چرفچنکا هم برها در مسابقه خود ابراز کرده بود که استقلال حقیقی رو البته ما بعدان خواهیم دید. در تیرامو. تیرامو خواهیم دید که دیگه قهرمان ها. و فکر میکنم این چیز رو ما میبینیم. همین طور نیست؟ بله. خب چی نظر دارید وابسته با آمادگی دسته استقلال؟ فکر میکنم که روبریت دسته تمام شرایط رو کردن برای استقلال و آن چیزی که مثلا مربی یا که دیرکتری ورزشی دیرکتروی کلوب میخواستن همون بازینگرها رو گرفتن. یعنی که ما دیدیم که در چمپیوناتی سرزمین ما این بازینگرها اگر و همچون من متخصیص بایی بلند دادن نمیتونم، برای که در بازی آخرانی اگر ما استقلال را گیریم با دسته ارتش این بازینگرها نمیدونم که ممکن که چون نشان ندادن برای حریف یا که بسیار یک ساعتی پس بود و حتی کماند ارتش میتونست غلبه هم کنه در این بازی. خب اصلا مربیانی که بسیار خوب هستند، مربیانی که تجربه بلند دارن قبل از بازی های بزرگتر البته خود رو نشون نمیدین، تاکتیکای خود رو، فلسفه خود رو به حریف نشون نمیدین، چون که حالا شرایط کلا دیگر است. اون دسته هایی که من بابا جان فکر میکنم که کماند قطر هم بازی اخیرش با یک دسته با غلبه نویل کردن است با یک ساعت پاس. یعنی اونها هم بازی خود رو خودتر نشون ندادن، یعنی که نمیخوان که بازینگران بهترین نشون دهن، یک تاکتیک اسلوبی خودشون نشون دهن. برای و در این بازی معلوم میشه که کدام دسته سخت تر است، ما پگوی را میبینیم. خب بار ساعت ما برور میخوایم و باور داریم که نتیجه خوب برای دسته استقلال تامین میشود، چون که واقعا هم دعوتی ایگر چرفچنکا، یوری باتورینکا، مربیانی که در فوتبال روسیه تجربه بلند دارن، همون است که باید استقلال ما در لیگ قهرمانان سازوار باشه. یک چشم را گاو میزنم که من در روسیه کار کردم، روسیه دیگر است. بله. روسیه اسلوب اروپایی است. این بله. یعنی فوتبال آسیا و فرقی دارد. بسیار فرقی. مثلا که من کمانده قطر. بله. کمانده قطر بینید که 3 روز پیش 4 روز پیش نیومد. یک روز پیش. یک روز پیش. روز پیش. این بد است برای همین دسته. ما میتونیم داشته هست که همچون مربی من میتونم گفته که یعنی که ما همین باید مربیای ما همین با این اوباد باید گیرن که اینا یعنی که 24 ساعت 48 ساعت پیش اومدن. بله. باید که 72 ساعت یا که بسیارتر من مثلا بله. مربی میشدم بسیارتر تستر میرفتیم، یعنی که تیمی ما اگر به خطر رفت من فکر میکنم که 3 روز 4 روز پیشتر میرفت، 72 ساعت پیشتر. یعنی بله. که آمادگی این دسته من نمیدونم که تو بازی را به خود میبیان نمیبیان، اینم برای ما برای استقلال گپاروسش بله. که ما فقط بوردبوریو میخویم بله. ما مخلصی تیمی خود مونیم بله. تیمی سرزمین مونیم و بوردبوریو و نبودن یکی از بازیگران بهترین برای ما این بسیار یک چی خوب است. خوب است. خب این هول بله این هول نشستی خبری جریان دارد با اشتراک خودی ایگر چرفچنکا، ولی بیرون از مکان نشست خبری اونجا حالا همکارانی ما میتوانند با ارنان کرسپو یک صحبت کوتاه هم انجام دهند. خب شما گفتید که فوتبال روسیه و فوتبال آسیا کلا تفاوت است. یعنی فوتبال روسیه برتری دارد، پرقوت است، درست؟ من در نظر دارم تو مربیای ما یا مربیای که میگم ایگر چریف که خودش از سرزمین ما برآمدگی بله. بازی کرده. نه، سوال من همین است که فوتبال روسیه از فوتبال آسیا برتری دارد. برتری دارد البته، یعنی شاید برای مربی خوبتر است که در فوتبال آسیا نتیجه بلندتر نشه. بله بله، برای همین ما یک بله. همین جهت هم گیریم، این برای ما یک بردبوریو است بله. یعنی که اگر این مربیای ما، مربیای شناخته ما ایگر چریف چون که بله. یووارون یوای اما تاکتیک اسلوب اروپایی ما تیم المپیا گفتیم که با زیدی استرالیا اسلوب اروپایی نشون دادیم بله. یعنی که
کنتر هجومای خوب بله. کردیم ما هم و و راستیگر که بله. ما تونستیم بازی خوب نشان دهیم بله. امروز اگر ما از دقیقه اول بازی میسوره بگیم که ما اسلوب اروپایی که ما در حقیقت بله. همین بازیگرا هم داریم نشان دهیم فکر میکنم که برای خطری ها بسیار بله. دشوار میشن. خب بیننده عزیز عین حال همکاران ما آماده هستند که با یکی از بازیگری دسته الدوهایل مستقیما صحبت کنند و اطراف بازی دسته های استقلال و الدوهایل نوبت رو به همکاران رو میدهیم ابو نسیم ستاروف که در مکان همین حدیثه قرار دارند. حالا نوبت رو به همکارانمون میدهیم. اولا که خوش آمدید به تاجیکستان و بسیار خوشحال هستیم که شما در اینجا یک بازی زیبا رو با همراهی دسته تاجیکستان استقلال برگزار خواهید کرد و اول اینکه سفرتون چگونه بود و تاجیکستان رو چگونه دریافت کردید؟ Firstly, welcome to Tajikistan, and we hope to see a very great play here. And firstly, I want to ask you about your journey to Tajikistan and your expectation from this game. First of all, this is the second time for me in Tajikistan. I was playing in this field, and we know it's a strong team, Istanbul, and I know this team is tough, and they play as a unit and as a group. And also us, we come here and this is the opening game and everyone won the 3 points and we prepare for this game very well and we try to, inshallah, to have the 3 points. خب المویز بازیگری دسته دوحال ابراز داشتن که این دومین بار است که من به تاجیکستان می آیم و از این سفرمون خوش هستیم و بازی بسیار مهمی رو در پیش داریم و خودی دسته استقلال دسته قوی است و ما در پیش بازی بسیار جدی رو خواهیم داشت ولی هر دسته اینجا آمده است که سه امتیاز رو با خود ببرد و ما هم همین طور و در مقابل استقلال آمادگی دیدیم و سوال بعدی ما هم همین است که در سال جاری دسته استقلال با تغییرات بسیار زیادی چه از نظر سرمربی چه از نظر بازیگران مواجه شده است و آیا دسته الدوهایل و شما بازیگران به این تغییرات یگان آمادگی خاصی دیدید یا نه؟ Football club Istiklal has many changes in this year. Are you prepared your club for this change, especially for they changed the coach, they changed the many players? Really, I don't know about this. You tell me this now. And as a team and as a Duhail team, we don't look for this. We just look here to have how they play, how they are organized in the team, in the field, and us also we prepare this game to win, not to focus to change the coach or change the players. Istiklal is Istiklal. Istiklal is Istiklal. We just look forward to play this game and to take the 3 points. خب المویز ابراز داشتند که ما به بازی آمادگی داریم و از تغییراتی که در باشگاه استقلال شده است خبری نداشتند ولی تمرکز آنها به اون است که به بازی فکر میکنند و بازی خودشان را میکنند و تلاش میکنند که در این بازی پیروز آیند. این چیزی است که بازیگری دسته الدوهایل المویز ابراز داشتند. با ابنازین ستاروف بودن بیننده عزیز. تشکر میکنیم از صحبت با علی الموز، یکی از بهترین بازیگران دسته منتخب قطر، بهترین فوتبالبازی جام آسیا در سال 2019 زمانی که قطر در فینال ژاپن را شکست داد و همچنین بهترین نشان زن شد در همون رقابت و ابراز داشت که بار دیوم است به تاجیکستان میام و فکر میکنم از استقلال هم هراس دارن، شاید معلومات مفید ندارن از این دسته و اگر آنها همون بازی های قبلی لیگ قهرمان ها را تحلیل کرد باشم من فکر میکنم اینجا استقلال کلان دیگر است بله. و امکان غلبه دسته استقلال خیلی زیاد خواهد بود. چنانکه که گفتیم هر دو بینه که مربیوی مان هم بله. مربیوی که اوروپوان یعنی روسیه بله. مربیوی خطری هم از اوروپا هستن بله. خودی ارنان کرس با یوردان فکر میکنم که یک فوتبال یک بازی که بسیار یک صورت بلند بله. یک تاکتیکی و استراتیجی که مربیو میمونن فکر میکنم از دقیقه اول هر دو مربی هم حرکت میکنن که کما که یک شناختن یا 10-15 دقیقه به فکر من که از دفاع شروع میکنن بله. به فکر من بله.
بیننده عزیز ما بعد از چند لحظه باز برمیگردیم به نشست مطبوعاتی با اشتراک ایگور چریفچنکا و تا دست دادن فرصت ما اطراف دسته استقلال گفته میگذاریم. مولا از کارگردان خوش میکنیم که مشق دسته استقلال رو هم برای ما و شما پیشکش کنند. خب ببینید حالا استقلال در حال بازی میکند که یکی از بهترین شانزدهم های این دسته منوچهر جلیلوف اشتراک کرده نمیتواند بنابر سبب بیماری و شما از لیگنرونی که به استقلال دعوت شدند اونها تو کدام اندازه میتوانند تیم ما رو در این رقابت کمک نمایند، مخصوصا سنین سبایی که موقع منوچهر جلیلوف رو من فکر میکنم در همین بازی ایواز میکنه، اون حملگری اساسی خواهد بود، چی نظر دارید؟ البته با منوچهر مهارت لیگنر با منوچهر ما شفا میخواهیم. بله باور داریم که زودتر برمیگردد با میدان. و گفتنی هستن که منوچهر بسیار میگن که فهمیشی فوتبال بازان منوچهر بسیار چی بازینگرای دفاع باشد و چی بازینگرای نیم محافظت مثل پنجشنبه و دیگر بچه‌هایی که هستن بله. تیز میدونستان یعنی که چی خیر وای کشوده میشد به بله. توپ یو که جای سختی منوچهر میدونستان بله. این بازینگری که دعوت شده است فکر میکنن که مهلت زیادی در تیم بود و مربی‌ها در همین بازی‌ها این بازینگرای لیگیونر باید خودشون نشون دهند که نبودن منوچهر ما هستیم و ما استنی هم استنی خودمون و استنی برادرمون چی در میدان هنرنمایی میکنیم. خب واقعا هم استقلال در هر دوره که در مسابقات سطح باشگاهی آسیا برآمد کرده بود بهترین لیگیونران رو داشت، مثلا زمانی که برابری ویتالی لفچنکا در دسته در لیگ قهرمانان بازی کرد، الکسی لارین، میشنکا فوتبالبازان بسیار با تجربه بودند که حالا رفتن در چمپیونات ازبکستان بازی میکنند و چند فوتبالبازی دیگر. برصد ما برور میخوایم نه تنها با لیگنرون با فوتبالبازان محلی هم باید. خب حالا باز برمیگردیم با مکان اساسی نشست خبری و همکاران ما هم باز برای ما فرصت پیدا کردند، فرصت دادند که از دیگر چیزها هم برخوردار شویم و مخصوصا نشست خبری با اشتراک ایگور چریفچنکا. بیاید گوش میاندازیم که ایگور گنادویچ چی پاسخ میدهد به سوال خبرنگاران. Футболистов на закате карьеры, как бы сказать, на пенсии зарабатывали, да, так проще скажу, то сейчас, посмотрите, 22 года едут, с Манчестер Сити едут туда, Рональдо приехал, люди приезжают 26, 27, 26 лет, а то вот в этом дальнем сопернике там 22 года французы играют, так что то, что было 2 года назад и сейчас, это небо и земля. So, in every team, the squad has changed. We should mention this. So right now, we know that a lot of football stars are going to Saudi Arabia, not like the old times, which the football players in the some when their career will be ended, they went to Saudi Arabia. So as the squad was 2 years ago, we shouldn't mention this because every team has changed their squad in recent years. تلویزیون فارسی بی بی سی سهر بزیو در تیم استقلال یک حمایتگری ایرانی هم هست، آیا میشه درباره به این سوال پاسخ بدهید که در بازی فردا او شرکت خواهد کرد و در مجموع نظر شما در مورد تیم پرسپولیس چی است که در این گروه با شما رقابت خواهد کرد؟ کامندیس فول بی استقلال استفاده ایران مشتاقو مقتدریه. Что можете сказать о нем, а также о вашем сопернике Персиполис, с которым вы сыграете в третьем и в четвертом турах. И выйдет ли он завтра в Эфиопию? И выйдет ли он в завтрашнем матче на игру? Ну, я так не могу сказать, кто завтра выйдет на игру. Может выйти, может не выйти. Шанс у всех есть, у всех одинаковые. То, что скажу по сопернику, очень крепкая команда. Очень хорошая команда. Во всех линиях укомплектована хорошо. Ведь они всегда борются за высокие места. Чемпионат Ирана. Чемпионат Ирана очень серьезный чемпионат. Вот это я знаю. У меня там и товарищи играли и работали. Я знаю, вот мы с Курбаном Бекевичем разговаривали на эту тему.
I can't say that who will play tomorrow or who will not. And about the Persepolis, of course, Persepolis is a very strong team, and Iran Super League also very strong league. So I have some friends who play there who has experience of from Iran Super League. That's why we can say that Persepolis is a very strong. Последний вопрос, Сауле Хамбласкевич. Сонба Алишер Джалилов. Мушмо Хутар Бекалет ки Састафи Пештара Алдугай Чигуна Буд. Ва им сол аз Набодани Филиппе Каутино ва Эдмисон Джунгур да са позам заифтар ми намоят. Андешой Шумо дар мурди Хариф Чигуна аз ва Бузи Алнас ва Персполис ва Чигуна Пештуи ми бле. Дай Каутино нам ми пятка. We can say that Al Duhail became champion without Coutinho and Junior. I think Al Nassr will be for them will be tough to play in Iran again in Persepolis. از زمانی که ایگر چریفچنکو اینجا سرمربی تعیین شدند یکی از بازی‌های گوینیا بازی‌های مهم‌ترینشون در فعالیتشون در اینجا همین در لیگ چمپیون‌ها آغاز می‌شد و همه توجه به همین بازی‌ها روان است همچنین بعد از سه استقلال که در این ناسی تغییرات زیادی رو دیدند هم از نظر بازیگران هم از نظر سرمربی هم یاوران مربی زیاد بودند و من حاضر سوال از المویز در بیرون پرسیدم که شما درباره تغییرات استقلال چی خبر دارید عجیبش این بود که هیچ خبر ندارن حتی درباره ایواسونی سرمربیش یا بازیگرانش به نظر شما اینکه آنها از توانایی فعلی استقلال ما خبر ندارن میتونند برای پیروزی دسته ما که ما مخلصان تاجیک همه در خواستار آن هستیم نقش بازند ваш соперник не в курсе его. Он говорит, что общался с игроком команды, не в курсе мне даже, что какие изменения произошли в ваших командах по сравнению с два года. Даже не знаю, что изменения в тренерском масштабе есть, об этом он даже не говорит. Как вы думаете, то, что команда как бы с одной стороны недооценивает вас, это может ли сыграть роль в завтрашнем матче? Нет, я не думаю, что это была со стороны недооценка нашей команды. Просто, может, и более какие-то другие дела были важнее. Может, информацию опять закрыть по наш клуб, я не знаю. Это, я думаю, все равно не готовится. Может, он угадит. Может, на самом деле, не все знаю. Даже будет больше знать про нашу команду, чем я знаю. Все же может быть правильно. Не в прямом виде, а maybe they said this for some playing games because we know that they don't want to share every information that they have. Maybe they know much information about Istiklal than me. That's why I don't think that they don't know anything. Ну, я думаю, что на такие матчи болельщики так с удовольствием придут. Вот, я думаю, что будет полный стадион, мы будем и должны чувствовать их поддержку. Потому что я знаю, как в Таджикистане любят футбол. Вообще, начиная с тех времен, когда еще меня не было, вообще не было еще на свете. И будем надеяться, что... Да, я надеюсь, да, я уверен, даже все команды не ждут этот матч. Хотят порадовать болельщиков. Вот. Но это спорт, там уже... Никто не знает, что будет. Мы хотим видеть яростную поддержку наших болельщиков. Это как бы 12-й игрок будет в нашей команде. Мы хотим, когда нам объявим болельщиков, говорим к нам дому, а с Тарафимо, в Хамахула Комитетке, болельщиков Харсанкин, Бахамчанам. So the supporters waited for this kind of game so for a long time.
خب بیننده عزیز برمیگردیم باز با استودیو و اندیشه سرمربی دسته استقلال ایگر چریفچنکو رو هم شنیدیم که اطراف اومدگی دسته استقلال گفت و همچنین از تمام مخلصان و هواداران فوتبال تاجیک دعوت به عمل آورد که پگاه حتما به ورزشگاه آیند و دسته استقلال رو در این بازی حساس دستگیری کنند. واقعا هم از فرصت استفاده برده بله. تمام مخلصان فوتبال تاجیک رو حالا دعوت میکنیم به میدان آیند. بازی ساعت 21 شروع میشود ولی مخلصان میتوانند 3 ساعت پیشتر به ورزشگاه آیند چون که احتمال میرود که شماره زیادی مخلصان رو در این بازی متوجه شویم و استقلال بعد از گیری ما و شما بیننده عزیز نیاز دارد در این بازی چون مخلصان نفری 12 در میدان هستند و باشد که استقلال در نزد مخلصان با نتیجه مثبت در مقابل الدوحیل است. خب عموماً در مورد این بازی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. خب از سخنهای سرمربی این دسته شما چی احساس کرده؟ شما مربی هستید، شما در این جاده فعالیت خیلی زیاد انجام دادید. خب چی میتوان گفت؟ میتوان گفت که وقتی که مربی ها چی مربی دسته خطری و چی مربی دسته استقلال وقتی که هنگام مشق ها میرود یا که چمپیوناتی سرزمین میرود مربی گفته میتوند که کماندش در کدام سطح قرار دارد. بله من فکر میکنم که هر دو مربی هم خیلی از نگاه زویر بوبویف گویا که چیه که از چیزی میترسیده باشن، حراس دارن، حراس دارن هم دیگر. من فکر میکنم حراس همون وقتی میشه حساس است، باید حراس همون وقتی میشه که در حقیقت کماند دو تیمی هم دیگر را اونقدر نمیدونن. بله و شاید حوزی عین حال همین گونه باشد. همین هراس یک جده خوب است، دیم جده که ما نگاه کنید که چی رقیبا داریم. هر یک دسته میخواد که غلبه کند. بله. امروز چنانی که میبینید النصر در ایران است مقابل پرسپولیس که یک بازی 100 هزاره را گویم خطایی نمیکنه. بله. ممکن که بلیت ها هم چتا ها هم نرسد. بله. نو وابسته ایم، ما باید امروز فقط دعاگویان باشیم که استقلال بله. غلبه کند برای اینکه این سرزمینی ما بله. یعنی فوتبالش نشان میتید و ریتینگ فوتبالی ما هم یعنی که آدم ها بله. تمام دنیا این روز نگاه میکند که مثلا پگاه که بین دسته استقلال دوشنبه و خطر یعنی با چی انجام میرسد و فکر میکنند که مربی ها در حقیقت هم یک بازی خوب هم می شود بین هر دو دسته و هر دو دسته هم فکر می کنم که مقصد یک دارن، غلبه و فقط غلبه. بله خب بیاید بار دیگر اطراف دسته استقلال گفته می گذاریم بیننده عزیز و واقعا هم استقلال در چمپیونات مملکت حالا گویم که یک حریف پرقوت ندارد. این درست است چون که همه ساله استقلال حیاتش رو کامل میکند، نه تنها برای موفق شدن در مسابقه داخلی. من ایخه گفتن نمیتونم شما که بله. برای که روشن کلوب سه مراتب برای استقلال به هر صورت حالا اگر بینیم در جدول چمپیونات یکتوزی است لیکن نو بسته این ما میبینیم که دارد هست دستایی که استقلال بله. کردی بازی برابر میکند. این روشن کلوب، این ارتش، شما اگر ارتش را بینید همیخه ما نگاه کنیم اگر ارتش فقط در جام باخت بله. به جام اگریم اگر فقط ارتش استقلال امتیاز میگیرد بوی نمیتد استقلال ده. یعنی هست دستایی ما داریم که و خوب میشد بابا جون که آینده ده ما یک بارید گمیگم ما باید 10 دسته داشته باشیم که پرقوت باشد بله. اون وقت تیمی ملی ما خوب میشد، اون وقت تیمی اولیمپی خوب میشد، تیمی اولیمپی همه تیمای ما خوب میشد و بله. چمپیونات ما تمام دنیا نظر میکنند بله. و حتی همون شما چخیلی که میگید که دیگه دولت ها میتونن اومده چمپیونات ما چیکار کنن در تمام آسیا که در نشان دیان. بله تشکر زیاد بیننده عزیز. در پیشروی بازی اولی دسته استقلال در مرحله گروهی لیگ قهرمان ها مقابل تیم الدوحیل قطر چمپیونی هشکرته لیگ ستاره های قطر همین را گفتنی هستیم که فوتبال پیشگویی نشونده است. خوب بود دسته قوی بازی میکنی، خوب بود دسته ضعیف. البته من میتونم گفتن که من این روز حرکت میکنم که بعدی بازی پیشگویی شما میشیم اگر در میدان میشدیم من میدیم کماند خطر میگفتیم. ما کماند استرالیا وقتی من دیدم میسر که آمادگی بچه‌های ما و خطر من گفتم که ما بوی نمیتیم این روز بازی برای چی برای چی آمادگی دیگه خیلی بود، آمادگی بالا اوس دیگه خیلی بود. یعنی که ما بله. چی دیدیم کامبودیا مون و مربی و دای کامبودیا زیاد بود در اون بازی بله. ولی کار
کور کردن ولی کور کردن یعنی مثلا دیرم کی شد هیچ گام نداشت کور کردیم و این بازی دوران ما را به جو برد با بازی فینالی بله واقعا هم بیننده عزیز و از بازی اول بسیار چیز وابستگی دارد تیم استقلال در میدان خود بازی میکند مقابل الدوهایل ما میدونیم که الدوهایل چگونه تیم قوی است تجربه خیلی زیاد دارد در لیگ قهرمان ها ولی استقلال هم سال اول نیست مرتبه پنجم میشود که باشگاه ما در بازی های حساس لیگ قهرمان ها اشتراک میکند بابا جانم یک چیز شما یک چیز دیگر رو من خاطرسان میکنم که سال های بعدی در کنفدراسیای فوتبال آسیا مسابقه ها دیگر می شوند لیگ الیت قهرمان ها می شود که اونجا 24 دسته اشتراک میکنند و تیم های ما اشتراک نمیکنند و بعدا لیگ قهرمان های دو که حتما چمپیونی ما اشتراک میکند و باز مسابقه دیگر فکر دارم البته از همین حالا برای گرفتن امتیاز به نفع فوتبال ما خیلی زیادتر می شود و هم استقلال و هم روشن که روز 21 در مقابل مرو بازی میکند می توانند نتیجه خوبتر به دست آورند چون هر یک امتیازی که این دسته ها در مرحله گروهی به دست می آورند این به فایده فوتبال ما خواهد بود حتی به فایده فوتبال باشگاهی استوری سپاس میکنم از شما برای یک صحبت بسیار هم صمیمی و بسیار سخنهای خوبی مربیان رو هم شنیدیم اطراف این رقابت و پگو حتما دسته استقلال رو دستگیری میکنیم در این بازی حساس در این بازی بسیار هم جالب و برار میخواهیم با اونها و هم گوتشنانی که شما گفتین مخلصان 12 هم بازینگر ما مخلصان ما بسیار یک مخلصان اشدی هستن بینید که من میخواستم که فقط از طرفی همون غربی بله. شرقی بود شرقی بله. فقط یک مخلصین تمام ورزشگاه باید همین رنگ همین مخلصای اشدی ما مخلصی کنن با استقلال دستگیر بله. برایش که تیم ما اصلا بسیار امتیاز بسیار میگیرد از هم مخلصای ما بله. برای ما داوگی اون میشنیم که پگو یک بازی خوب ببینیم بله. و با استقلال بربریو میخواهیم بله تشکر زیاد سلامت باشید ما هم علاوه به سخنهای کارشناس همیشگی فوتبال کارشناس همیشگی برنامه منظور بوبایف گفتنی هستیم که استقلال الکی اثبات کرده است و بار دیگر باید اثبات کنند بله. که چگونه در مقابل توپ دسته های فوتبال آسیا بازی کرده میشود چگونه اونها را مغلوب کردن ممکن است و ما باور داریم هم با ستادی مربیان با ایگر چریفچنکا هم با هر یک بوزینگری دسته استقلال که پگو شرف فوتبال کشور را در این مسابقه سطح بلند آسیا بابا جان یک دیگه ما اعلام میکنم همین ستاره‌ای که ما فوتبالی که نمبر کردیم در قطر بله. اینا ستاره های هم بله. و بچه های ما ستاره چه هم برای ستاره شدن پگو غلبه کردن در کار بله. هر یک بچه ما سر کرده از دروازه‌بان ما تا هجوم کننده ما دعاگوی اونش که همین ایاد چون نبرونن که اونا هم میتونن بله. ستاره ها شوند دنیا اونا را دونن بله. فقط پگو میدان از دلیر است بله. برومده از دقیقه اول عرق جبین ریختن در کره و باوری کردن در کره بخود بله. که ما میتوانیم غلبه کنیم بله بیننده عزیز در فرجام برنامه بیاید بار دیگر با جدول گروه توجه میکنیم که با استقلال در یک گروه کدام دسته ها روبرو میشوند اینجا البته پرسپولیس از ایران النصر از عربستان سعودی و خود الدوحیل که پگاه استقلال ورده رقابت میشود و ما باز دسته های پرسپولیس و همچنین النصر رو در تاجیکستان انتظار هستیم بله. و مخصوصا ستاره فوتبال کریستیانو رونالدو رو که بازی 5 دکمبر برگزار میشود خب بیننده عزیز در همین جو برنامه مستقیم 90 دقیقه رو با پایان میرسونیم حتما روز چهارشنبه باز به استودیو برمیگردیم اطرافی بوزی دسته استقلال الدوهیل و همچنین بوزی در پیش سوده روشن و مرف هم حرف میزنیم از زهیر بابایف برای اشتراکشون در برنامه سوری سپاس میکنیم بیننده عزیز در همین جو با شما خیر خوش میکنیم تو نشوی دیگر سیادمند و پیروز باشد خیر